تمام مردم ماشکار شوه، مردم غیر که در این منطقه نبوده هنوز خبر ندارن. هم ما را گیروگان گرفتن، بیش از 30 روز نگاه کردن، جزا دادن، زجر دادن، جنگ روانی کردن، مشکل اقتصادی در منطقه ما پیش آمد و هم آخر باز 40 لک افغانی دیگه حکومت اینا را داد که خانه تان آباد که شما هزارها را گیروگان گرفتین و 30 روز نگاه کردین. در هر محکمه برگزار کنن و هر موضوع بر ما، هر اتهامی بر ما قلم داد کنه درد نداره، اما ای جای تأسفه و درده که هم شهید بتیم، هم کشته بدیم، قربانی شویم و هم حامی دشمن حساب شویم و هم بر قربانی های ما تعرض شوه، ای بسیار سخته و غیر قابل تحمله. ما در برابر هر گونه تعرض بیرونی استاد هستیم و از کسی نمی ترسیم. این موضوع ما آشکار و روشنه، اما تا امروز خدا شاهده که لازم ندیدیم در درون قوما، در درون جامعه خود درگیر مسائل خرد و ریز شدیم. اما خاصیت یک جامعه آگاهی است که باید از مسئولین خود بازپرس کنند. کار خوبه، ما استقبال میکنیم هر سوال و پرسش و ادعایی که وجود در ما حاضریم برای پاسخ گفتنش. در هر جایی در رسانه ها حاضریم قومای ما مصلحت ببینه، اما تا امروز صدها نفر برای ما گفتن که خیلی گواهی داخل قوما را بیرون نکشین که شما برین در رسانه ها در جاهای دیگه مسائل خردریزی در اون قومی را شما دامن بزنیم. گفتیم چشم، اگر نه ما باکی نداریم، حاضریم در رسانه های ملی و بین المللی ما از عمل کردهای خود پاسخگو باشیم، برازی که ما در موضع حق بودیم، ما قربانی دادیم، بر ما تعرض شده، بر ما تظلم ظلم شده و ای جای افتخاره که ما از این موضع حق در سطح ملی و بین المللی دفاع کنیم. حاضره و مخصوصا در درون جامعه، در بین قوما. ما روزهای اول مطرح کردم که هر گونه جلسه حسابگیری و حسابدهی در بین قوما برگزار میشه ما پاسخگو هستیم. هر سوالی که هر کسی داره متعلق به ما باشه ما جواب درست. شاید اشتباهات هم کرده باشیم، هیچ انسانی آری از اشتباه نیست، شاید اشتباهات صورت گرفته باشه، ولی پاسخگو هستیم، مسئولیم در قبال همه رفتارهایی که صورت گرفته. امروز هم من خوشحال هستم که مجلس برگزار شد. وقتی دوستا از ما خواستن که در یک جلسه بیاییم پاسخ بگوییم، بسیار خوشحال شدم. 10 مجلس دیگه هم در هر جای بگیرین از ما بخواین ما حاضریم. و هر دوستی دیگه که چی حضوری چی غیر حضوری سوالایی را مطرح میکنه ما جوابگو هستیم، خوشحالم میشیم. خدا شاهده خیلی ها گفتن که فلانی تعرض کرده، بر شما توهین کرده. گفتم نه، شاید معلومات نداشته باشم، شاید معلومات اشتباه بر از اینا رسیده باشه بیچاره ها را، و به دلیلی که هنوز رو در رو با ما کسی صحبت نکرده، شاید به دلیل معلومات ناقص و اشتباه اینا موضع گرفته باشن. خیر است، لازمه یک بار صحبت کنم. خب تحولات ناگوار قوما پیش آمد در بهسود، در سرچشمه. 11 نفر شهید دادیم در بهسود، 31 نفر زخمی دادیم. در سرچشمه 8 نفر شهید دادیم. بیم یک کمی از 2-3 سال پیش ما بر شما بعضی مسائل شریک کنیم. زمانی که کوچه های متهاجم، تجاوزگر و مسلح با تبانی طالبان در بهسود و دایمرداد
شکست خورد در جنگ، اینا با مشورت یک تعدادی از متنفذین و سیاسیون درون حکومتی ولایت میدان وردک و جلریز تصمیم گرفتن که یک گلوگاه دیگه پیدا کنه، یک نقطه فشار دیگه باید پیدا کنه. بعد از اینکه با هم مشورت کردن، سنجش کردن، گفتن که ما میتونیم در جلریز، در زیولات، در دره میدان اینا رو فشار بیاریم. دیگه اینا راه رفت آمد ندارد، در اینجا که سر از یا فشار بریم، اینا خود از اینا در بیسود تسلیم ما میشن. شما دیدین که 11 نفر اینا گروگان گرفت و بیش از 30 روز گمانیم، بیش از 30 روز در پیشکوچیا، گای در نرخ، گای در جلریز، گای در کنه خمار بود. آدرسش هم معلوم بود. ما 3 جلسه با والی میدان وردک گرفتیم، گفتیم او برادر جای از یا معلومه، در قرارگاه طالبان نگاه میکنه اینا را، اینا مردم ملکی هست، یک تعداد از ناز بسود هم نیست، امیا را شما آزاد کنین. هیچ گوش نکرد، نه حکومت مرکزی و نه حکومت محلی، تا مجبور شدن مردم شما در بیسود عمل بالمثل انجام بدین. دیدین که یک تعداد را که با مسئولین طالبان نزدیک بود، پیوند خانوادگی داشتن، در بیسود گرفتن. وقتی گرفتن قضیه جدی شد، اینا پشت ازی بیرون شدن که باید حل شود قضیه، مراجعه کردن پیش هر مصفید، پیش رهبرای سیاسی، پیش هر کسی، و گپ یک گپ بود که تا که این مردم ما آزاد نشوه، اینا ما آزاد نمیشه از بسود. بالاخره دیدیم که شاهرای جلریز بسته شد چندین روز، مردم در مشقتهای زیادی قرار گرفت و تبادله شد. تبادله هم شد و دولت، نمیفهم چند میلیون افغانی بود، 40 لک افغانی هم برای کوچی ها داد. اینا باید به تمام مردم آشکار شد و مردم غیری که در اون منطقه نبوده هنوز خبر ندارن. هم ما را گروگان گرفتن، بیش از 30 روز نگاه کردن، جزا دادن، زجر دادن، جنگ روانی کردن، مشکل اقتصادی در منطقه ما پیش آمد، و هم آخر باز 40 لک افغانی دیگه حکومت اینا را داد که خانه تان آباد که شما از آرها را گروگان گرفتین و 30 روز نگاه کردین در کوه. خیر است، شروع شد از اینجا گروگان گیری. شما دیدین که هر روز نمی رقم گروگان می گرفتن در دره میدان. بار دیگه از خانه سید عباس طفل 8 ساله شر برد. باز با حکومت گفتیم که جای از این معلومه، آفرین بر وجدان یک پشتون به نام حاجی خانزمان از خرولنگ که در حضور از اینا گفت. شما دیدین در جلسه در حضور کلانای پشتونای در میدان گفت به خدا من میشرمم، من خجالت میکشم، من خبر دارم که بچه در کجا از پشکی است، ولی چرا شما گفت حرکت نمیکنید که آزاد کنید؟ این باز تا با این عین معامله عمل بالمثل آزاد شد. 3، 4، 5 آخر چه تصمیم گرفتن؟ دقیق ما از تاریخ جلسه از اینا، از برنامه از اینا خبر شدیم که اینا گفتن جنگ از زیولات باید بکشیم به طرف بالا. آمدن سر جلریز، مرکز جلریز، کلگی شما دیدین
و ما در جلریز هم کمک کردیم مردم ها. با افتخار میگیم هم مهمات دادیم هم نفر کمک کردیم شبها و هم حمایت سیاسی کردیم اینا رو. دو سال مردم جلریز در محاصره مطلق تا امروز هم همین شو زنگ زده بود بیچاره از اونجا، دو سال اینا تسلیم نشد که حتی بازار جلریز آتش زدن، موترهای خوراکی از اینا را دور دادن. ولی ما خبر داشتیم، ما با تمام مسفیدهای جلریز در تماس بودیم، گفتیم که پلانی است که این منطقه را از شما تصفیه کنن، نمانین. این جلریزی ها را بردیم در پارلمان، با رئیس امنیت، با وزیر داخله شاندیم، با کلانای تاجیکا شاندیم که شما صدای ازیا را بشنوین، این بیچاره ها مظلوم واقع شده، محاصره مطلق اینا. اما تا امروز مقاومت کرده جنگ. بار دیگر در سال 97 آمدن سر سیاپیتاو، بی کدام گب و دلیل و که نه اونجا دولت بود نه پسته بود نه غیر مسئول بود، خانه های ملکی قوم های ما شما را در سیاپیتاو با 82 با راکت با سقیله زدن. من در بیسود بودم. اینا بسیار از متوقع داشتن، این قوم ها فشار آوردن که یک کار کنن. من برای والی میدان وردک زنگ زدم، برش گفتم والی صاحب جنگ قومی ای واضح، اینجا خودم پسته دولتی نیه اکثر از اینا حمله کرده باشن، جلو وزیر بگیرن که دامنش کلان میشه. والی میدان وردک واضح و آشکار گفت که برادر در پل افغانستان جنگ است، تروریست هاست، زور ما نمیرسه. من کتا گفتم که اگر زورت نمیرسه باز ما دخالت میکنیم. همینقدر تلفن قطع کردیم تا پیشی نششتم. با مدیر امنیت جلریز تماس گرفتیم، با قماندان امنیت جلریز تماس گرفتیم که او برادر کمک کنن. گفتن ما در غم خود ماندیم. ما مجبور شدیم آمدیم از سیاخاک حمله کردیم سر زنا. تا پل مراب پیش رفتیم 18 نفر کشته دادی طالبا و یک نفر شهید مام دادیم. بعد دیدین که والی میدان وردک کنفرانس مطبوعاتی گرفت و تعداد دیگرایش هم در کانتینوتال ما را گفتن که اینا نسل کشی میکنن، اینا جنگ قومی میکنه، اینا غارت میکنه، در صورتی که شما خانه های ملکی را خانه های مردم را با سقیله زدین، مردم گروگان گرفتین، هیچ کس نگفت. ما طالب مسلح را زدیم و تماس هم داشتیم. من شخص خودم از سیاخاک با کلانای تکانه تماس گرفتم که برادر اگر از خانه های خود نزنین ما شما را کار نداریم، ما از سرک پخته میریم در کمک سیاپیتاو میریم. اما وقتی ما در تنگی رسیدیم اینا از خانه های خود زدن، وقتی زدن جنگ شروع شد. خب ایرم یک دوسیه و فرفره ساختن، یک تعداد را در درون قوما به کار انداختن که ما را متهم کردن که شما آمدین شور اندازی میکنین. ولی ما چون از پلان خبر داشتیم، خب بعد از او دیدن که یک پسته دولتی در سیاپیتاو شکل گرفت. خدا رحمت کنه شهید ملیگه، با بسیار زحمات فراوان فشارهایی که ما آوردیم فهمیدیم که مردم از اینجا کج میده، یک پسته دولتی در اینجا تأسیس شد و جنگ کردن تا که متاسفانه سال گذشته همین سال ملیک هم شهید شد، دیگرایش هم فرار کردن و دمو هم تمام اسنادش است که مشو تا صبح با وزیر داخله با رئیس امنیت ملی با لوی درستیز گپ زده رفتار آن بودم. بچه های ما شما در محاصره بود، هر دقیقه میگفتن که حال ما را زنده میگرم، ما کسی کمک نکد یارا. وقتی اینجا سقوط کرد طالبا آمد در تکانه، در تکانه ما با رئیس شهر تکانه که مشاور رئیس امنیت ملی تماس گرفتم، گفتم به نفع نیست منطقه شما در دست طالبا سقوط کنه، وطندارای خود دوستای خود برش زنگ بزن بگو بیاین در صف دولت پسته بگیرین، تو خود تو در امنیت ملی اینا را همکاری کن، ما هم همکاری میکنیم. این منطقه اگه در دست طالب افتید اینجا جنجال کلان میشه.
خب ای هم کار کرد یا نکرد، متاسفانه تکانه به دست طالبا افتاد. وقتی به دست طالبا افتاد، قماندان کوچیار اینجا قماندان تعیین کرد، کسی به نام خطاب. خوب بازی سیاسی رو ببینیم که چیه. اولین گبره که خطاب مطرح کرد گفت که برادر یک رمه ما در سرچشمه گم شده، بردن نفرای علی پور بردن، یعنی که ما ایر تاوان میگیریم. خواست که منازعه را شروع کنه با سرچشمه. طالبا تصمیم گرفته بود که یک بار تاونه بیه. ما در کجاو بودم در که فیلم اینا رو کلش قوما مسناد دارم فیلم گرفتم. در سنگر کجاو بودیم که مخابره از اینا رخ شد، طالبا بین خود گپ میزنه که امز کوهای نمیفهم در دایمرداد کوهای بلند بود کجا، که یک بار وارد این منطقه شوین تا اونه برین. ما هم تو گوش که در هانه که یک بار زنگ زدم که چهار موترسیکل از اینا تا اونه رسیده. برای ما بسیار تکان دهنده بود که یک نفر در سرک تا نشده که چهار موترسیکل یک دفعه رایش بگیره که بگو وطندار کجا مورین شما با بیرق طالبا. ما عاجل زنگ زدم در سی اول، گفتم که برادر هر کسی هستین خدا رحمت کنه شهید طوفانه، گفتم خدا برسان یک چهار دونه تایر در سر سرک بنداز، یک بیرق جبهه رو بزن جلوی آمدن طالبا رو میگیره. ای عاجل با یک موتر خود رسان چهار دونه تایر از بازار سیاخاک پایین تر انداخت و اونجا استاد شدن، بیرق زدن، گفتن طالبا آمده نمیتونه. من خود رساندم پیشین. وقتی من رساندم ششته بودیم در لب سرک چند نفر آمد. چند نفر آمد ما رو گفت که برادر شما کجا آمدین در منطقه ما؟ یک موتر کرولای سفید بیچارن اشتباهی مرمی خورد. خب اما مردم عام سرچشمه مردم قهرمانن. ما درخواست کردم که یک پوسته در بازار سیاخاک پایین تر همینجا ایجاد شد. آمدن از بسیود یک تعداد بچه های ما شما اونجا یک پوسته اندخن. شب ما وقت قلعه سبز رفتم، نفران مشخص شد که سر ما فیر کردن ضربه کردن، ولی گفتیم خیر ما گذشت. قوم های ما شاید اشتغال فکر کرده باشه، خب روی از اینا اما مردم در بازار سیاخاک در هتل جمع کردیم. شو فیلم اینا کلگیشه. من گفتم قوم ها یک تصمیم بگیره، طالبان میخواه بیا مقاومت منن یا تفاهم منن. قد از اینا کلگ از اینا یک بارچه یک دست گفت که ما تسلیم طالب نموشیم، ما در برابر طالب ها مقاومت کنیم. گفتیم اینا رو که شما تصمیم گرفتین ما هم در پالوی شما هستیم. خب قضیه آمد، این دو سال شد، گاهی جنگ بود گاهی آرامی بود. طالب ها پلان داشت که به پیش هم آمده نتانست، قوم های سرچشمه مقاومت کردن، تعدادی که در پلیس بودن هم مقاومت کردن خوشبختانه، خدا رحمت کنه شهدا را. تا اینکه قضیه بسود واقع شد. وقتی قضیه بسود پیش آمد جنجال، پیش از روز جمعه که 11 نفر شهید دادیم، ما رفتیم در بسود. هنوز دیگه بار خیلی شما خبر نداریم چرا رفتیم، چه میکردیم، چی گفتیم. خب ما خبر داشتیم، ما با قماندان علی پور شیشتیم و گفتیم که قضیه رو حل کن که جنجال نشه. جنجال به نفع نیست، به مصلحت نیست. خب او هم گواهی منطقی خدا داشت و گفت که حکومت حل کنم و حل میکنم. ما کدام دشمنی و خصومت نداریم، اما اینا کنم تعرض نکنم برم. خبر دقیق وجود داشت
پیشین امروز با مردم شریک کردیم ما که پلان چی بود؟ یک استفاده غیر مشروع از نیروهای امنیتی صورت بگیرد در بهسود، جنجال ایجاد شود. وقتی همه در بهسود درگیر شد، مصروف شد، هم از دایمرداد و هم از سرچشمه طالبا وارد منطقه شد. ببینید یک تفاهم